خانم صدای من داریم بفرمایید. ولی ظاهرا شیطنت های کره شمالی در حدی شده که حتی حوصله کشورهایی مثل چین و روسیه رو هم سر برده و اونها هم به نوعی از مسائلی که در کره شمالی میگذره ابراز نارضایتی میکنن. ملاقاتی که بین رئیس جمهور چین و آقای پوتین بود روز گذشته و امروز ادامه پیدا کرد، نکات اصلی گفتگوها متوجه کره شمالی بود در شرایطی که اونها میخوان آرامش بیشتری در منطقه حکم فرما بشه و میخوان از حداقل ایجاد جنجال پرهیز بکنن، کره شمالی ظاهرا بازی رو به هم میزنه. آیا آمریکایی ها واکنش تندی خواهند داشت، واکنش نظامی خواهند داشت؟ بسیار بعید میرسه، ولی میشه فشارها رو از طریق ژاپن و چین و کره جنوبی علیه کره شمالی افزایش داد و به نوعی این حکومت رو مهار کرد. ولی همونطور که شما اشاره کردید، عوارض درگیری ها و تنشی که کره شمالی ایجاد کرده میتونه در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار باشه، برای اینکه اینها رفقای هم هستند، هم پالگی ها هستند و دنیا نگاه مشترک و مشابهی به شیطنت هایی از این دست داره. و حالا در وضعیتی که دولت کنونی آمریکا قصد داره حضور نظامی و نارامی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه به نوعی مهار بکنه، در شرق آسیا هم یقینا با خلق و خوی مسالمت آمیز با کره شمالی روبرو نخواهد شد و یقینا تمهیداتی خواهند کرد که این نوع جنجال آفرینی ها و این نوع تندی کردن ها و این نوع به هم زدن صلح منطقه با واکنش جدی روبرو بشه. به ذل دیگری از دنیا، یعنی خاورمیانه، قطر و روابطش با کشورهای همجوار خودش، همسایگان خودش، و اینکه قطری ها نامه‌ای نوشتن، یعنی در پاسخ به شرایطی که عربستان سعودی و کشورهای دیگه تعیین کرده بودن. فکر میکنید که پیام قطر چی باشه؟ من روز گذشته با یکی از این تلویزیون هایی که تازه در لندن شکل گرفته، ایجاد شده، تأسیس شده و گفته میشه که با کمک مالی کشورهای یکی از کشورهای عربی است، در همین مورد گفتگو داشتم و یک شخص عرب زبانی طرف دیگر این گفتگو بود که تصور میکرد اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی و بقیه کشورهای عضو اتحادیه همکاری های خلیج فارس وجود داره بسیار عمیقه، ولی وقتی نگاه حتی نه چندان عمیق به این قضیه میندازیم میبینیم بیشتر اون چیزهایی که الان در خواسته های سعودی ها و به تبع سعودی ها در خواسته هایی که مورد پشتیبانی امارات قرار گرفته و همینطور بحرین، چیز تازه‌ای وجود نداره که پیشتر وجود نداشته. ما در مورد سطح مناسبات صحبت میکنیم، ولی آیا سطح مناسبات قطر با جمهوری اسلامی بالاتر از سطح مناسباتی که امروز امارات داره یا حجم مبادلات تجاری بین امارات که یکی از معترضین و یکی از خواستارا هست از سطح مناسبات تجاری ایران و قطر پایین‌تره؟ میبینیم که این پاسخ‌هایی نیست که قانع کننده باشه. و اگر در مورد توسعه همکاری سیاسی با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و خواستار کاهش این حجم از مناسبات هستیم، باید ببینیم آیا یمن در داخل این اتحادیه همین مناسبات دوستانه رو با جمهوری اسلامی نداشته؟ آیا یمن نبود که وسیله ارتباط ایران و آمریکا شد و زمین ساز گفتگوهای اتمی شد که به هر حال به توافق 15 جولای یا ژوئیه سال 2015 انجامید؟ به این ترتیب می‌بینیم که در وضعیت فعلی عربستان سعودی و کشورهای نزدیک همپیمان عربستان و ریاض به نوعی می‌خوان قطر رو آروم بکنن، قطر رو مهار بکنن، قطر رو دنبال روی سیاست‌های خودشون بکنن. ولی آیا در این امر موفق خواهند شد یا خیر؟ طبیعتاً به چالش کشیدن حق حاکمیت یک کشور، اون هم با طرح خواسته های ابتدایی، یک مقدار زیادی دشواری حیثیتی برای اون کشور ایجاد میکنه. اون هم قطر که عملاً نیازمند به عربستان سعودی و امارات نیست و میتونه مستقل از این کشورها حیات اقتصادی و حیات سیاسی خوبی داشته باشه. همین که تا
ترک ها میرن اونجا پایگاه درست میکنن و اعلام میکنن که ما حاضریم از شما دفاع بکنیم و طبیعتا قطر مورد تهاجم نظامی عربستان مثل بحرین نمیتونه قرار بگیره و امارات هم قابلیت این رو نداره که قطر رو تهدید سیاسی بکنه. حتی محاصره ای که انجام بدن اگر که دو طرفه باشه، این اماراتی که زیان و ضرر اقتصادی خواهد دید، چرا که نزدیک به 40% از گاز مصرفی امارات رو قطری ها تامین میکنن. بین الملل به نفع هر دو طرف هست که این بازی بچگانه رو به انتها برسونن و فرصت ندن کشورهای دیگر حداقل از این اختلافاتی که همیشه بین عرب بوده استفاده دیگری بکنن. آینده این چالش بین دو طرف به کجا خواهد کشید؟ تصور من این است که توافقهای محرمانه تدریجا با وساطت کویت، با وساطت کشورهای کوچک دیگری مثل حتی ابوظبی بین اونها صورت میگیره. این مصلحت آمریکا الان نیست که ببینه تنش بین قطر و عربستان رو به افزایش. بایستی به اون کسانی که وعده پادشاهی و ولیعهدی و غیری داده شده یا میدهن به اونها یادآوری بکنن که از این فرصت خیلی با سرعت نخوان استفاده بکنن. البته میگم در گفتگویی که با یزین تلویزیون ها داشتم، اون طرف عربی فکر میکرد که یا اینطور عنوان میکرد که اختلافات بسیار بسیار جدی است، ولی واقعا اصل اختلافات جدی نیست. اصل اختلافات اختلافات بهانه جویانه است و قابل حل، ولی تصور دارم که طی روزهای آینده تلویحا شاید این در پاسخی که محرمانه برای کویت قطر فرستاده ولی هنوز محتوای اون افشا نشده این موارد اعلام شده که به نوعی بخشی از این خواسته های 13 گانه‌ای که سعودی ها و اماراتی ها و بحرینی ها مطرح کردن از طریق بحره، از طریق کشور قطر مورد تایید قرار بگیره. آیا واقعا شبکه الجزیره رو اونها تحلیل خواهند کرد؟ من باور ندارم چنین کاری بکنن، ولی به نوعی میتونن تنظیم برنامه‌ها و پخش برنامه‌ها رو به نوعی تنظیم بکنن که مثلا به طرفداری از اخوان المسلمین دیده نشه. ترکیه واقعا دائما نمیخواد در قطر پایگاهی داشته باشه. قطر پایگاه بزرگترین نیروی دریایی، نیروی هوایی آمریکا در منطقه است و بین چند هزار حداقل نیروی نظامی آمریکا در این کشور مستقرن و قطر از طریق کشور دیگری مورد تهدید نیست. بنابراین ضرورتی نداره که ترکیه هم اونجا پایگاه نظامی داشته باشه. فکر نمی کنم خود ترک ها هم چنین علاقه‌ای داشته باشن و میشه ترک ها رو قانع کرد که نیروهای خودشون رو از قطر پس بکشن. در رابطه با جمهوری اسلامی، مناسبات عرب ها همیشه وقتی در ارتباط با جمهوری اسلامی منافع اونها قرار گرفته دور همدیگه جمع شدن. ما بیاد داریم حتی زمانی که حد اکثر کمک ها رو ایران به سوریه انجام میداد، وقتی پای اتحادیه همکاری های خلیج فارس بود و یا کشورهای عرب به دور هم جمع میشدن، ادعاهای واهی کشورهای عربی رو حتی سوریه هم تایید میکرد، حتی کشور عراق هم تایید میکرد. تکلیف ایران با کشورهای عربی و اختلافات اونها روشنه، ولی جمهوری اسلامی طبیعتاً مایله که از این آب گلالود ماهی بگیره، ولی با توجه به امکانات محدودی که داره تصور نمی‌کنم که امکان بهره‌برداری سیاسی از این وضعیت داشته باشه و قطر اگر ناگزیر بشه جمهوری اسلامی رو به عربستان سعودی ترجیح بده. کاملاً دیدم که روزی که اختلاف شروع شد روزنامه های جمهوری اسلامی گفتن که یک بازار 20 میلیاردی برای ما فراهم آمده، یعنی در قطر. البته در این مسئله ترک ها دست بالا رو داشتن، خواسته های قطر رو تامین میکنن، ولی من نفهمیدم بالاخره جمهوری اسلامی مثلا به قطر میخواست چی بفروشه جز مواد غذایی، میوه و از این قبیل. کل حجم معاملاتش هم بالای 100 میلیون 105 میلیون گویا تجاوز نمیکنه. ما چی داریم به قطر بفروشیم؟ نفت و گاز. خب با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز هستیم، حتما میپردازیم به این قرارداد توتال، چون این بار به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سند مالکیت رو داره به یک شرکت خارجی میده. ببینیم نظر آقای دکتر تقی‌زاده چیه. اما قبل از اون داشتم با آقای دکتر شکرایی صحبت میکنم، پروفسور شکرایی در ترکیه، و خیلی نگران بود از اینکه چرا رسانه‌های ایرانی به مارش عظیم عدالت‌خواهانه مردم ترکیه اشاره می‌کنم، راهپیمایی حیرت انگیز، سفر از آنکارا به استانبول. دیشب که ایشون با من صحبت می‌کرد چیزی حدود 35,000 نفر توی جاده بودن داشتن می‌رفتن از سمت آنکارا به استانبول در اعتراض به سیاست‌های آقای اردوغان علیه دموکراسی، سکولاریسم، از همه مهم‌تر میراث‌های آتاتورک. واقعیت اینه.
که حزب توسعه و عدالت شمشیر از رو بسته برای میراث‌های آتاتورک هدفه و ترک‌ها این وسط دوباره به خیابون‌ها ریختن. 35,000 نفر تا به حال چیزی حدود 300 کیلومتر رو طی کردن، 100 کیلومتر دارن تا برسن به استانبول و وارد هر شهرم که میشن تعداد زیادی جمعیتی به اونها میپیونده و این به نظرم یک حماسه بزرگه که فراخانش رو حزب جمهوری داده، حزب جمهوری ترکیه داده. نگاه کنید به این صحنه‌ها و عکس‌ها، حیرت انگیزه اتفاقی که در ترکیه افتاده، اونم در شرایطی که 50,000 نفر توی زندان‌ها هستن و منتظر محاکمه. نگاه کنید این فریوه اتوبان و مردمانی که از اون ور سر ترکیه را افتادن و دارن میرن به سمت استانبول. Party member Enis Barbaroglu for espionage. Wherever he goes, wherever justice goes, we will follow, and it will end there. It may go to eternity. We don't care. I had to join this march. I have to join for my son, for my daughter, for all our children. Everybody needs to take to the streets. من صدای شما رو نمیشنوم. CHP lawmaker to be imprisoned in a government crackdown. صدای منو بفرستید لطفا. نگاه کنی جمعیت رو همینا، نه واقعا نشون میده که ترک ها هم به این میراث نیازمندن، هم حاضرن به خاطر جان فدا بکنن و بیستن و اجازه ندن که تندروهای اسلامی این میراث رو مختوش بکنن و بخوان قواعد و قوانین خودشون رو جایگزین کنن. زن و مرد، تعداد زیادی زن در این راهپیمایی عظیم شرکت، تعداد زیادی از زنان ترکیه و زنان پیشرو، تعداد زیادی از شخصیت‌های معروف، هنرپیشگان و و چهره‌های خیلی سرشناس ترکیه در این راهپیمایی عظیم، در این سفر سیاسی تاریخی شرکت دارن. حالا بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. آقای تقی‌زاده عزیز، دکتر تقی‌زاده، اجازه بدید من به بخش اول صحبت شما بپردازم و بخش ترکیه رو واگذار بکنم برای نوبت و نشست دیگه. اولویت ما مسائل داخلی ایرانه و همین که شما اشاره کردید به مسئله توتال، در حاشیه اون مسائل مهمی داریم که میتونیم مطرح بکنیم. قرارداد با توتال این نیست که واقعا، در واقع این نیست که جمهوری اسلامی بخشی از مالکیت ایران رو به دیگری واگذار کرده باشه، این واقعا یک دروغه. ولی قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی دچار تغییراتی شده. قراردادی که به عنوان بای بک یا به متقابل قبلا از اون یاد میشد و به نوعی قراردادهای پیمانکاری به حساب می آمد، به این ترتیب که پیمانکار، حالا شرکت توتال یا شرکت شل یا شرکت اینی یا هر شرکت دیگری که سرمایه میگذاشت، به عنوان پیمانکار استخدام میشد و بابت پیمان، یعنی بهره برداری از اون حوزه، حالا از مرحله اکتشاف تا بهره برداری، برآورده هزینه میکردند و این هزینه رو شرکت پیمانکار به جای اینکه از صاحب کار بگیره از جیب پرداخت میکرد و بعد از تکمیل طرح و تحویل اون به مدیر یا صاحب طرح، هزینه های اعمال شده شو از طریق جنسی که دریافت میکرد. یعنی اگر نفت بود به اونها نفت خام میدادن و اگر حالا گاز هست که این نخستین بار به این صورت انجام میشه، بخشی از گاز رو به اونها تحویل میدن که حالا به هر صورتی اون بتونن ازش استفاده بکنن. در دوره روحانی این قراردادها مورد تجدید نظر قرار گرفت و نوع قراردادهای نفتی ایران که هنوز هم شبیه قراردادهایی که عراقی ها با خارجی ها امضا میکنن یا آذری ها با خارجی ها امضا میکنن یا قزاق ها امضا میکنن نیست و از این لحاظ هنوز عقب هست، تفاوت هایی کرده و در این تفاوت امتیازات بیشتری به سرمایه گذار خارجی داده شده. واقعیت این است که کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران ملاحظاتی دارند. ملاحظات اونها جدی است. محیط سرمایه گذاری در ایران محیط مناسبی نیست. انتقال و بازگشت سرمایه اونها انتقال آسون نیست. مبادلات بانکی هنوز با مشکلات جدی روبرو است. در این وضعیت اگر یک شرکتی میخواد بیاد سرمایه کلانی در حد 5 میلیارد بگذاره، طبیعتاً بایستی
انتظاراتی رو بخواد ازش بر بیاد، بهش امتیازاتی بدن بیشتر از اون که پیشتر بود. حالا دو انتخاب وجود داره، یا باید این حوزه و منبع رو چون از امکان فنی ایران بر نمیاد، جمهوری اسلامی پول سرمایه لازم رو نداره، فناوری کافی در اختیارش نیست، یا باید به امان خدا رها بکنن، یا باید به نوعی امتیازات رو به خارجی ها بیشتر بدن تا اونها راغب بشن و این حوزه رو بهره‌برداری بکنن. ما 10 سال عملاً از قطری ها در بهره‌برداری گاز پارس جنوبی عقب بودیم. بخشی از این عقب ماندگی، بخش کوچکیش جبران شده، ولی با بهره‌برداری از فاز 11 طبیعتاً این فاصله خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و باید به نظر من از اجرای چنین قراردادهایی به نوعی استقبال کرد. ولی میبینیم فرانسوی‌ها ضمن اینکه بخش خصوصیشون به این قرارداد تن میدن، قبول میکنن بیان سرمایه گذاری بکنن، البته تا حالا این توافق بوده، تا شروع سرمایه گذاری و عملی شدن تر فاصله زیادی است، فعلا دورخیز انجام گرفته، ولی همین دورخیز هم باعث شده بار دیگه به بهانه طبیعت قراردادهای نفتی اصولگراها و به اصطلاح اصلاح طلبها به جون همدیگه بیفتن و به این بهانه که دارایی ملی تاراج شد گریبان همدیگر بگیرن. دارایی ملی واقعا تاراج نمیشه وقتی میبینیم 40 میلیارد دارایی ایران دست شرکتی نیفوس و همین غارتگرها اون رو عنوان بیت المال از بین بردن، ولی نفس کسی بلند نمیشه. غارت ملی نیست وقتی میبینیم ساختمان بنیاد پهلوی که بنیاد علوی اسمش گذاشتن با یک حکم ساده دادگاه از دست ملت ایران، دست مردم در میاد و بابت حمایت از تروریسم تحویل داده میشه به کسانی که مطالبه مال میکنن. اینجاها خفقان گرفتن عوامل جمهوری اسلامی و زبانشون باز نمیشه به اینکه اینها دارایی های ملی است. 1.5 میلیارد به ترکیه دارن همین حالا جریمه گاز رو میدن که قبلا متهم بودن به اینکه توزیع گاز رو به موقع انجام ندادن و قیمت رو بد محاسبه کردن. لطق کسی بلند نمیشه، حرف هست که در نمیاد. 2.5 میلیارد طرح یک لوله زنگ زده انتقال گاز رو در اجرای قرارداد کرسنت از حوزه سلمان به عربستان سعودی و امارات داشتن، اجرا نکردن و حالا بابتش باید نه تنها این لوله با 2.5 میلیارد هزینه از بین رفته، 12 میلیارد هم مورد ادعای طرفهای مبادله رو بپردازن، نفسشون بار در نمیاد. 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن برای یک طرح هوایی برای فروش گاز به پاکستان و هند که هرگز این پروژه اجرایی نشده، ولی پول اون رو سپاه بارداران خورده و خرج جنگ کرده در یا سوریه و لبنان و یمن و یا خریدن ویلا در کشورهای آمریکا و کانادا و غیره و ذلک. اینجاها خفقان میگیرن، ولی وقتی که دعواهای بین خودشون مطرح هست میگن که این قرارداد خلاف منافع ملی است، این عملا یک دروغ بزرگ حداقل در مقایسه با اقدامات سوء دیگری که جمهوری اسلامی کرده. واقعیت این است که این قرارداد میتونه در شرایطی با توجه به محدودیت‌هایی که ایران داره منافع ایران رو تامین بکنه، اگر در تنظیم قرارداد لااقل اراده کافی وجود داشته باشه. ولی در کنار اون، ولی نمیدونم این بحث رو الان میتونیم در این بخش از گفتگو ادامه بدیم یا در بخش بعدی بعد از آگهی‌های شما، فرانسوی‌ها با وجود اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اونها یعنی شرکت توتال اعلام آمادگی کردن، ولی میبینیم این قرارداد درست در روزی بسته میشه یا توافق در روزی صورت میگیره که یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاریس یک اجتماع بزرگ داره. مجاهدین خلق دور هم دیگه جمع شدن و از تعداد چهره شناخته شده، حالا با اهمیت و تاثیرگذار هستن یا نه اون بحث دیگری است، از تعداد چهره‌های شناخته شده دنیا دعوت میکنن تا به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی، به عنوان حامیان براندازی جمهوری اسلامی از این گروه حمایت بکنن. و این درست یک هفته یا چند روز بعد از زمانی است که ما میشنویم وزیر خارجه آمریکا اعلام میکنه هواداری خودش و پشتیبانی خودش رو از براندازی جمهوری اسلامی، از حمایت از گروه‌های داخلی مخالف جمهوری اسلامی. خب در این مقطع وقتی یک کشور بزرگ مثل فرانسه با میزبانی یک گروه مخالف جمهوری اسلامی موافقت میکنه، امکانات لازم در اختیار اونها قرار میده، میبینیم که استقلال رأی کشورهای اروپایی در جهت تأمین مطامع ملی صرفا نبوده. اونها این استقلال رأی رو حفظ میکنن، در ضمن میگن ما آماده
به نوعی تعامل تجاری با شما هم هستیم. این هم باز یکی از نکاتی است که رگ غیرت بعضی از اصولگرایان حکومت رو بالا آورده. حسین شریعت مداری شروع به فحاشی کرده، تندروها در مجلس فریاد کشیدن که چرا با فرانسه، ولی فراموش میکنن که این فرانسه است که داره به نوعی با گام گذاشتن به بازار سرمایه ایران خطر رو میخره و کاری رو انجام میده که در عمل اگر به نتیجه مثبت برسه به نفع ماست. همین توتالی ها در پارس جنوبی در بخش قطری این پارس سرمایه گذاری دارن، طرحهایی رو اجرا کردن و حتی در جاهایی به نفع قطر به زیان ایران هم قدم برداشتن، طرحها رو به نوعی پیاده کردن که شکل سیانتی برای بخش گاز ایران که در اون منطقه وجود داره نداشته. ولی وقتی این آمادگی وجود داره که از ظرفیت اونا استفاده بشه، به جای استقبال اون رو قربانی دعواهای درونی خودشون میکنن. نتیجه این است که واقعا منافع ملی ایران در این درگیری های بین گروه های رقیب جمهوری اسلامی قربانی شده و هر زمان که این رقابت به اوج میرسه متاسفانه از دید مردم ایران علی خامنه‌ای هم قاری میزنه و به همکاری و حمایت از گروه اصولگرا قد میارایه. چنان که امروز از همین موشک پرانی جمهوری اسلامی که برای ایران واقعا گران تمام شد باز به زبان دیگری حمایت کردیم. تشکر میکنم امیران از بازدارچه آگهی عبور میکنیم. اما قبل از اون میریم باز به جاده فیلیوه در واقع اتوبان آنکارا استانبول نگاه کنیم، به مردمانی که تا به حال بیش از 300 کیلومتر راهپیمایی کردن که خودشون رو به استانبول برسونن در اعتراض به سیاست‌های آقای اردوغان با شعار عدالت، احراز عدالت. بعد از بازدارچه عبور می‌کنیم برمیگردیم منزل، بعد شما می‌تونید تماس بگیرید و پرسش‌هایی اگه دارید با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز در بیان بگذارید. We are marching for only justice. We want to bring justice to Turkey again. And we all believe that this huge demonstration will contribute to have some level of justice. اسم قطر میاد یادم به دوران اقتدار ایران میفته، قبل از انقلاب هم ما همسایه امیر قطر بودیم در شیراز. در شیراز پای تپه تلویزیون امیر قطر در اونجای کاخ تابستانه داشت، تابستانه میاد به شیراز در اونجا بود، ما همسایش بودیم. اونجا یک روستا بود در که تعدادی از خانواده های سنتی هم در اونجا زندگی میکردن و چندین و تعدادی هم آمده اونجا خانه سازی کردن در پای کوه. امیر قطر هم در اونجا بود میاد و در تابستان که میشد تمام این مردمان امیرنشین ها میمدن به شهر ما و شهر ما جایی سوزن انداختن بود، تمام هتل ها پر بود، روابط حسنه، زندگی خوب، یادش بخیر. با آقای دکتر تقی‌زاده عزیز امیدوارم آقای میبودی اینقدر حالا پول داشته باشید که با امیر سابق قطر که اون موقع همسایه شما بود در جایی که الان او ویلا داره همسایه میشدید. اونطور که شنیدم ایشون نزدیک های دماغ آفریقا یک ویلای بسیار بسیار بزرگ و خوبی خریده از زمانی که پسرش رو به امارت نشونده و استعفا داده، یک مقدار وزن خودش رو کم کرده، مشکل قلبی داشته، اون هم به حدی حل شده، خیلی علاقمند به غواصی در عمق آب کم به تماشای ماهی ها میره و از زندگیش لذت میبره. ولی طبیعتاً حالا قصری که امیر در اون منطقه ساخته شاید با پولش بشه همه اون روستایی که شما همسایه اون بودید خرید. تشکر جزیات آقای آقای میبودی. از موضوع قطر بگذاریم، من میل دارم پیش از این که تلفن رو باز بکنیم به دو رویداد که به یکیش نیمه کاره اشاره کردم اشاره دوباره بکنم. از زمانی که تیلرسون اعلام کرد، حالا یا از روی مقداری پرهیز از دیپلماسی قراردادی، شاید تا حدی با اندیشه قبلی مسئله
براندازی حکومت جمهوری اسلامی رو مطرح کرد، دو اتفاق افتاد که این دو اتفاق از دید مردم ایران طبیعتاً دارای اهمیت بود و به نظرم نمی‌رسه که از ذهن اونها دور مانده باشه. یکی ملاقات شاهزاده رضا پهلوی با تعدادی از قانونگذارهای آمریکا بود که نمی‌دونم شما توی برنامه‌تون اون پرداختید یا خیر، به هر حال واقعیتی است که صورت گرفت و در یکی از این گفتگوها طرف گفتگو آقای جان مکین بود. جان مکین طبیعتاً بخشی از اون چیزی است که به عنوان استابلیشمنت، قدرت نهادینه شده یا مورد اطمینان‌های آمریکا یا واشنگتن از اون یاد میشه یا از قدرت‌های نهادینه حزب جمهوری‌خواه. و این همون کسی است که طبیعتاً با بلبغدادی دیداری که کرده عکساش همه جا منتشر شده، با الزرقاوی دیدارهایی کرده عکساش منتشر شده، دیداری با مریم رجوی اخیراً در آلبانی داشت که انتقاداتی رو هم برپا کرد، برانگیخت. اونجا هم مسئله برکناری رژیم رو مورد اشاره قرار داد و در گفتگوی با شاهزاده رضا پهلوی هم به حمایت از نیروهای داخلی ایران او اشاره کرد. و چند روز بعد از این گفتگوها، یعنی از اظهارات جنجال برانگیز تیلرسون که مقدار زیاد جمهوری اسلامی رو هم دچار نگرانی کرد، تا دیدارهای سیاسی رضا پهلوی در کنگره آمریکا، شاهد برگزاری اجتماع مجاهدین خلق در پاریس بود. واقعیت این است آقای میبودی، در وضعیت کنونی دو تا عنصر به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی بیشتر از بقیه دیده میشن یا تأثیر گذارن. یکی از اونها شاهزاده رضا پهلوی است که میراثدار پادشاهی ایرانه و او ثروت نام پدرش رو در ایران به شونه داره و طبیعتاً اقداماتی که کرده اقداماتی بوده همسو با بخشی از انتظاراتی که مردم داشتن، جنجال خاصی برنیانگیخته. اگر از او کاری ساخته بوده، اگر امکان فعالیتی داشته، دریغ نکرده. طبیعتاً همه ما اشتباه میکنیم، پرهیز از اشتباه برای هیچ کس امکان پذیر نیست، هیچ کس کامل و 100% نیست، ولی در حد امکانات با نیت خوبی اون چیزی که بر عهده‌اش بوده پیش برده و خیلی ها در داخل ایران از او به عنوان بخشی از انتظارات برنیامده، انتظارات برآوردن این آرزوها رو دارن. و بخش دیگری که شاید هرگز به اندازه رضا پهلوی و نام او و میراث او در داخل ایران دارای طرفدار نیست، حداقل اون 50% که در زمان انقلاب موافق وضع موجود و مخالف انقلاب بودن ولی پراکنده بودن، رهبری نداشتن، به اونها فرصت اظهار وجود داده نشد، هنوز این طرفداری رو حفظ کردن اگر زنده هستن. و نسل نو که ناراضی از وضعیت موجود ایران هستن، تغییر رو چاره نهایی میبینن. حتی اگر پای صندوق رای میرن به جمهوری اسلامی و انتخابات قلابی اون رای میدن، نیت نهایی اونها تغییر اساسی در حاکمیت جمهوری اسلامی است. ولی مشکلی که شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران اون دارن، سازمانه که فاقد اون هستن. و از طرفی ما مجاهدین خلق رو میبینیم که در داخل ایران طرفداران زیادی ندارن، سابقه خوبی هم ندارن. یک بار به صورت نظامی از یک کشور همسایه ایران رو مورد هجوم قرار دادن، در داخل ایران با ترور کارشون رو شروع کردن، هنوز از مقنعه و چادر دست نکشیدن، هنوز شهامت اینه که پوست بندازن نداشتن که خودشون رو با تغییرات امروز جامعه ایران وفق بدن. واقعا جامعه امروز ایران، دخترایی که تو خیابون حتی با توسری روسری سر میکنن، وضعیت ظاهرشون متفاوته با کسانی که اختیار دارن خارج از ایران هستن و هنوز متظاهر به روپوش و مقنعه و مانتو هستن. وقتی با این موجودات شما برخورد میکنید، بعضی از اونها رو کاملا منفک میبینید، کاملا بی روحیه میبینید، هنوز تأثیر زندگی پادگانی از اونها دور نشده. ولی با این حال این گروه سازمان داره، چیزی داره که هیچ کدوم از گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ندارن. هنوز قادر ده ها هزار نفر رو در یک کشور خارجی جمع بکنه، نیاز مالی به یک قدرت خارجی نداره. حتی اگر از کسی هم کمک میگیره، کمک به نحو و شیوه ای نیست که عیان بشه یا آشکارا بگن از سعودی گرفته، از اسرائیل گرفته، از حسن گرفته یا از حسین. با آشکارا خودشون میگن که ما پول نمیخوایم،
ضمن اینکه پول نمیخوان حتی کسانی رو هم حاضرن بخرن و پول برای اونها تامین بکنن و اونها میگن که ما از تروریسم فاصله گرفتیم، ولی از نظر سیاسی هنوز پوست ننداختن و دشواره برای جامعه امروز ایران هضم کردن اونها. همون کسانی که رضا پهلوی رو به راحتی هضم میکنن بسیار بسیار خطرناک و دشوار میبینن که مجاهدین خلق رو هضم بکنن. حالا تصور این است که واقعا تلفیقی از این نیرو آیا میتونه کارساز باشه برای سست کردن هرچه بیشتر پایه‌های جمهوری اسلامی؟ آیا گروه سومی وجود دارن که بتونن این تلفیق رو امکان پذیر بکنن؟ حالا اگر حتی این رویا یا این اندیشه دور تحقق پیدا نکنه، با این حال این دو پیستون با همه بضاعت‌های متفاوتشون علیه جمهوری اسلامی دوباره به کار افتادن و به حرکت افتادن و این میتونه برای مردم ایران فرصت ایجاد بکنه. دی میگن که اگر فردای ایران فردای آزاد هست، ما نمیخوایم به دیروز برگردیم یا نمیخوایم به وضعیتی برگردیم بدتر از اون چیزی که امروز جمهوری اسلامی ایجاد کرده، و اینها ترس‌های واقعی است که باید به اونها پرداخت و برای اونها پاسخ‌های منطقی پیدا کرد. ولی در این حال تا وجود یک اپوزیسیون قوی، تا یک رهبری چهره‌دار وجود نداشته باشه، شکستن جمهوری اسلامی خیلی آسون نیست و مجاهده حداقل نشون دادن که در این راه پایدارن. چقدر باید از یک گروه آدم کشت؟ چقدر از مجاهدین رو در سه دوره از سال ابتدای دهه 60 تا سال 87 و بعد از عملیات به اصطلاح فروغ و جاویدان یا هرچی که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته، از اینها در زندانها کشتن، اعدام کردن. رهبر اونها رجوی به احتمال قریب به یقین کشته شده و وجود نداره. رهبری کاریزماتیک به اصطلاح ندارن که جاذبه شخصی اون مثل خمینی آدمها رو جلب بکنه. نیروهای اونها تا حدی سالمند شدن. با این حال این نیرو رو حفظ کردن و این به نوعی بگذارید بگم آقای میبودی قابل ستایشه و حداقل این است که قابل پذیرفتن. البته خیلی ها ممکن است فردا دوباره شروع کنم به فحاشی به من و شما که چرا از این سمت یا اون سمت جانبداری میکنیم، ولی واقعیت ها رو باید دید و پذیرفت. هدف ما جمهوری اسلامی است و براندازی جمهوری اسلامی هدف نهایی ماست و از هر اهرم سالمی باید در این جهت واقعا استفاده خوب کرد. عمیانه شماره تلفن به صفحه تلویزیون خواهید دید. از این لحظه آقای امیر شهرتی لطف کنن کارو بکنن. بعدم اجازه بدید که گزارش یکی از تلویزیون‌های آمریکایی رو درباره مراسم دیشب برای شما پخش بکنیم. گزارش کوتاهی است ولی جالبه ببینید که آمریکایی‌ها چه برداشتی داشتن از این مراسم با شکوه پرده برداری از لوح کوروش. نگاه. Given as a gift to the United States. NBC4's Michelle Vias live in Century City for us, where thousands are coming out for this historic event. Michelle. The energy is magnetic. Thousands of people have showed up because this is a special day for Iranian Americans here. Never have the streets been blocked off for a festival until today. That's because they're about to present a special monument to the U.S. of A. Hours before the gates even opened to be part of this. Arash and Abby, the best one in Iran. Arash and Abby, the big musical acts for LA's Freedom Festival. Dancing, food, fireworks, even classic cars on display. A high-end production that took years in the making. Lots of money invested globally for this free event. Incredible jitters. This you is not. Shut down the street. It's never happened before. All this for the historic unveiling of the Freedom Sculpture. Drivers will soon see on Santa Monica Boulevard in Century City a gift of gratitude from Iranian Americans to the USA. We're about to gift a monumental gift to Los Angeles for all humanity, and it's the second time since the Statue of Liberty that a group of people have gotten together and done this, so we're calling this the Statue of Liberty for the West Coast. A list of major donors including 10 Ellis Island Award winners and notable immigrant Americans like Elon Musk. 1.1 million people growing at 10,000 a day are supporting the Freedom Sculpture, so it's really a global movement. This is very proud for us. It's not only for Iranian, it's for American. This shows the peace.
This is a very fun group. They haven't stopped dancing. They are excited about tonight. It goes on till 10 o'clock and well-funded event. There will be fireworks, a lot of protection here. Come on out. Again, the party ends at 10, the unveiling at 8 o'clock, but you'll be able to see it driving down Santa Monica Boulevard in Century City by tonight and tomorrow. Reporting live from Century City, Michelle Baez, NBC4 News. فوق‌العاده میگن در اون لحظه ایرانی ها همه عشق شادی میریختن. همینان با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز هستیم در گلاسکو در اسکاتلند. از این لحظه برنامه در اختیار شماست. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود کنید. برنامه هم دیشب تا ساعت 11 شب به درازا کشیده در مرکز لس آنجلس. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب نگوشی. جناب دکتر شریفی فرمودن که این قراردادی که اینا دارن می‌بندن احتمالاً به نفع به اصطلاح دولت ایران هست. آیا اینا از زمانی که اومدن تا امروز شده پولی رو به دست بیارن و به خرج ملت بکنن؟ حالا این قرارداد هم اگه ببندن و فرض کن قرارداد خیلی خوبی هم باشه، سالی چند میلیارد هم پول به دولت برسه، آیا به دست ملت یک ریال خواهد یا یک پنی خواهد رسید؟ جز اینکه قدرتشون بیشتر بشه، مردم بیشتر بزنن و مردم بیشتر بکشن و تروریست‌ها بیشتر پول بدن. می‌خواستم آقای تقی‌زاده‌ای لطف کنید. تشکر آقای تقی‌زاده، بفرمایید. کاملا حق با ایشون آقای میبودی. واقعا سوالی است که پیدا کردن پاسخ منطقی براش آسون نیست، ولی استخراج منابع کانی ایران در شرایطی که ما با یک کشور خارجی در اون منبع مشارکت داریم، اولویت این است که حتی اگر پول اون رو به آتش میکشیم استخراج بشه. حداقل این است که ما این زیرساخت رو داریم. ما انتظار نداریم مادام العمر جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. اجرای هر کدوم از این طرح‌ها هرچی به تأخیر بیفته هزینه بیشتری داره. وقتی که امروز این طرح اجرا میشه، زیرساخت‌های بهره برداری از این معدن، حالا نفت، گاز یا هر چی دیگری هست، وجود داره. و در شرایطی که حکومت اسلامی عوض شد، این دارایی به دست مردم برمیگرده. در حقیقت اونچه که امروز حیف و میل میشه، درآمد روز ناشی از بهره برداری از این منابع، و حق با شماست. هیچ کدوم از این درآمدهای ارزی که از راه فروش نفت و غیر ذالک به کشور آمده، خرج بهبود اقتصاد کشور نشده، به کیسه مردم نرفته، فقر مردم ادامه پیدا کرده و 38 ساله که این ماجرا دوام داشته. با این حال توجیه عقلی وجود نداره که ما دارایی های ملی خودمون رو بدون استفاده بگذاریم یا اون رو عملا به کیسه کشورهای همسایه شریک بریزیم، برای اینکه جمهوری اسلامی ندانم کار و از درآمدهای اون برای مردم استفاده نمی‌کنه. تشکر. درود بر شما، بفرمایید. جناب آقای میبودی، درود بر شما. قربان شما، درود بر شما. سپاس دارم. من از همینجا خدمت جناب آقای تقی‌زاده عرض ادب میکنم. با تمام فرمایش ایشون موافق هستم. در مورد انجمنی که سازمان مجاهدین داشتن و این قدرتی که به هر نحوی دارن که جمعیت خودشون رو متمرکز کنن، طرفدارای خودشون رو متمرکز کنن، این شاید بتونه درسی برای من به عنوان خودم شخصا که طرفدار پادشاهی هستم باشه. ما
توانایی خودمون از هر نوعی که باشه استفاده کنیم برای رسیدن به هدفمون. من این چیزی عرض کنم متاسفانه خوشایند نیست، ولی طی ماه گذشته متاسفانه چند تا از دوستانی که نقش اپوزیسیون دارند تلویحا یه جورایی عدم حمایتشون از شاهزاده رضا پهلوی ما میبینیم. شاید به این خاطره که حس کردن که ایشون جدیتر تو عرصه ظاهر شده و فکر میکنن نقش خودشون داره از دست میره و این متاسفانه به نفع هیچ کس نیست. امیدوارم از این اتفاقات درس بگیریم و حداقل اون چیزی که به نفع جامعه است رو قبول کنیم. مرسی از محبت. لطفا زد بفهم. من اصلا نظری ندارم مایمی بودی، ایشون نظری که گفتن نظر واقعی است، به هر حال نظر یک ایرانی دلسوزه که نگران فردای ایرانه و فردای ایران رو در هر حال جمعیت بدون سازمان نمیتونن رقم بزنن و باید نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تشکیلات پیدا بکنن، سازمان پیدا بکنن. ولی ببینید بقیه سازمانهایی که با خلوص نیت در این میدون قدم برمیدارن واقعا چقدر تا به حال بضاعت سازمانی داشتن. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما جناب بهبودی. خواستم من خیلی مراسم خوبی بود، تشریف داشتم خودم اونجا و او بود، جمعیت خیلی زیاد بود. بعد این گروه فرهنگ نمیدونم که پرچم آمریکا رو دوتا بزرگ روی صحنه استیج گذاشته بودن، خیلی خوب بود، حتی پرچم کالیفرنیا رو هم گذاشته بودن، ولی نمیدونم به چه دلیل پرچم شیر و خورشید اصلا وجود نداشت و شاید پشت کرده بودن گروه فرهنگ به پرچم شیر خورشید که نماد آزادی ما ملت ایرانه. این برای من خیلی رفت زیر علامت سوال بزرگی که چرا این پرچم شیر خورشید و گروه فرهنگ نذاشتن. حالا کیا دست داشتن تو این کار؟ مثل اینکه خیلی ها بودن، چه کشورایی بودن، ولی پرچم شیر خورشید و احض کردن از این مراسم باشکوه. تشکر میکنم. من یک پرچم دیدم الان فیلمایی که فرش خانم عزیز من روشو میدادن، در یک از فیلم ها تصادفا یه نفر با پرچم شیر و خورشیدم در این مراسم، یعنی در اهتزاز بود، پرچم رو دیدم که در اهتزاز. ولی به هر حال شما اونجا بودید، من متاسفانه فرصت نکردم خودم در اونجا باشم. با آقای دکتر تقی‌زاده هستیم همیانانم. درود بر شما. بفرمایید. ببخشید میتونم رو خط؟ بله بفرمایید. بله رو خطید شما. بفرمایید رو خطید. این آقا میست که دید چشمشون زیاد خوب نبود. من دیشب از ساعت 5 اونجا بودم، عقلا 10 تا پرچم شیر و خورشید اونجا بوده، حتما ندیدن دیگه. منم خودم دیدم توی تصاویر همین یه ساعت پیش. بله. ممنونم، لطف کردید. درود بر شما. بفرمایید. 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 سلام قربان. سلام بر شما. درود بر شما. بفرمایید. آقای بهبودی جونم، من رضا خلاج هستم، از شهر کل آلمان دارم زنگ میزنم. لطفی کنید بفرمایید آقای خلاج. من شوفر اتوبوسم. این آخر هفته من اصلا خبر نداشتم، شرکتم منو فرستاد با یه گروهی از قرقیزستان برای پاریس و اینها اومده بودن برای مجاهدین. خدا شاهده، خدا شاهده، 1000 تا اتوبوس، بگم میگم کم گفتم، از کشورهای مختلف، از لهستان، از نمیدونم افغانستان، از نمیدونم کردای مال سوریه و عراق، از هر کی من پرسیدم گفتم نفری 30 یورو بهشون پول دادن، دو شبم مجانی. خدا شاید مسافر من برگشت گفت، گفت آقا من توی هایم هستم، توی نمیدونم این هایم های پرندگی و اینا، هیچ سرگرمی ندارم، اومدم اونجا دو روز دو شب هتل، شام و نهار و غذا هم مجانی، هتل هم مجانی، اتوبوس هم مجانی، رفت و بعد 30 یورو هم گرفتم و یه 4-5 ساعت فقط تو سالن دستم رو مشت کردم، های 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 کردم.
تشکر. ممنون آقای خلج. خیلی لطف کرد. عزیزت. ولی به هر حال سوالم لشکرکشی برای چی بوده؟ همین حالا سوال اینه. میخوام ببینم گروهی شما سراغ دارید که بتونی همچین نیروی بسیج بکنه؟ نگاه بکنید به مدیریت و کار تشکیلاتی حق و آقای تقی‌زاده است. اینا رو نمیشه انکار کرد. آقای تقی‌زاده بفرمایید. شما به یادتون هست وقتی که پادشاه فقید ایران با شهبانو به واشنگتن رفته بود و میهمان کاخ سفید بود، همین دست‌های پنهانی برای دانشجویان به اصطلاح مسلمان اعضای کنفدراسیون چپی‌ها نه تنها 20 یورو 30 یورو و اتوبوس بلکه بلیط هواپیما می‌فرستادند. از اقصی نقاط آمریکا اینها رو جمع می‌کردند، از هر قومی، و 10,000 نفر رو جلوی کاخ سپید جمع کردند برای اینکه نشون بدن مخالفین شاه زیاد هستند، برای اینکه گاز اشکاور شلیک بکنن. پلیس نیویورک حتی به اونها اجازه داد تا جایی پیش برن که این گازهای اشکاوری که شلیک میکردن چشم کارتر و شاه رو هم برش کنده. آیا واقعا نباید اون موقع اون سازمان رو ببینیم که با کمک کشورهای بزرگ، با کمک همین آمریکا که حالا جهانخوار معرفیش میکنن، با کمک چپیای اتحاد شوروی این کار انجام میدادن؟ حالا یه گروه مخالف جمهوری اسلامی بدون داشتن ظاهرا اون امکانات اقداماتی انجام میده با هزینه کمتر، و باید این واقعیت رو واقعا دید. برای یه سازمانی فولاد، فولاد آب دیده شده، تجربه نزدیک به 40 سال هم میانم، این همه فشار بود، این همه کشته داده، بارها اردوگاهاش و پایگاهاش مورد حمله قرار گرفته، هم آخرین حمله موشکی بوده، تعداد زیادی کشته شدن، زن و من. میرویم برمیگردیم گفتگو رو با آقای تقی‌زاده پی میگیریم. شما میتونید پرسشاتون رو خواهش میکنم خلاصه با ایشون در میان بگذاریم. برمیگردیم. ترکا حماسا آفریدن عمیانان عزیزم، 20 روز پیش 10,000 ترک، زن، مرد، راه افتادن از آنکارا به قصد اعتراض به سیاست‌های آقای اردوغان. الان که من دارم شما صحبت میکنم، اینا رسیدن به 85 کیلومتری استانبول، 20 روز در راه هستن، شب و روز آمدن و به هر شهری هم که وارد میشن جمعیتی بیشتری به اونها میپیونده و فکر میکنم دیگه تا در روزهای آینده، احتمالاً هفته آینده به استانبول خواهند رسید. یک جمعیت، نگاه کنید پرچم ترکیه رو پرچم ترکیه اینا دارن با خودشون حمل میکنن. عمیانانم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز هستیم، میریم روی خطوط تلفن. درود بر شما، میفرمایید. بابان در مورد این مجاهدین شما یه کمی قرض‌ورزی میکنید. اینا تروریست بودن اینا و خیانت های اینا به ملت ایران، چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی، این کار ناپذیره. شما ببینید چه جنایتی این وحشی ها دارن میکنن در دنیا و چطور از طرف پارلمان امریکا و کشورهای دیگه غربی دارن حمایت میشن، به اونا پول میدن که بیان جنایت بکنن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، بر علیه امنیت ملت ایران. اگر حرکت تروریستی انجام بدن بر علیه مملکت ایران، این شامل رژیم ایران نمیشه، شامل فرد ما ایرانی ها میشه. و شما به عنوان یه متخصص، به عنوان یه تحصیل کرده در کشور خارجی که میخواید از حقوق ملت ایران دفاع کنید، این چه توجیه میکنید که از سازمان مخرب مجاهدین خلق که از طرف تمام کشورهای آزاد دنیا تروریست شناخته شده میاد دفاع میکنید و تنها به مقاصد کشورهای غربی که میخوان استعمار رو در ایران و در کشور دیگه گسترش بده از حقوق اونا دفاع میکنید؟ چه جوابی دارید در این باره بدید به ملت ایران که این تروریست‌ها چه جنایاتی دارن میکنن؟ تشکر، ممنون. آقای تقی‌زاده بفرمایید. نمیدونم الان این تروریست‌های سابق چه جنایتی میکنن، ولی این رو میدونم که یک سازمان تروریستی مثل آیاره وقتی که دید زمان کاربرد اسلحه به عنوان یک نیروی مخالف سیاسی سرآمده، از راه دیگری وارد شدن. آیاره شنفین رو درست کرد و بعد بخشی از در ایرلند شمالی قانونگذاری این منطقه شدن. دلیلی وجود نداره که ما در باسک و در ایران هم
تروریست های سابق رو نبینیم که در جهت سالمی میخوان قدم بردارن، اسلحه رو زمین گذاشتن و حالا صاحب فکر سیاسی هستن. من قبول میکنم، شریک هستم در این نظر که هنوز ملاحظات زیادی در مورد سابقه مجاهدین خلق وجود داره، ولی هیچ گمانه‌ای ندارم که امروز هم اونها کارهایی که 40 سال پیش میکردن یا 35 سال پیش میکردن هنوز علاقه دارن دنبال بکنن. دنیای خارج هم از اونها تصویر دیگری حالا داره. به نظر من آقای میمودی، یک سازمان بیشتر از همه مردم ایران از وجود رضا پهلوی و مجاهدین خلق میترسن و اون جمهوری اسلامی است و خیلی مشکل نیست که به عنوان ملی‌گرایی و نه به اسم جمهوری اسلامی ما هر اقدامی رو که برای تقویت مخالفین جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه اون رو تخته بکنیم، ولی فریاد و فغان بزنیم که اونها الان دارن جنایت میکنن. امروز پنهان میکنیم که کسانی رو که شاید تا همین چند سال گذشته شاه رو متهم به جنایت میکردن، 40 سال پیش به همین اتهامات حکومت رو عوض کردن، حالا در اون مورد چون شاهزاده رضا پهلوی سازمان نداره ولی طرفدار زیاد داره در این مورد ساکتن، ولی از یک تشکیلاتی که سازمان داره واقعا میترسن و این ترس رو به عنوان جنایت‌های امروز اونها مطرح میکنن. من واقعا اطلاعی از اون جنایاتی که این بیننده مورد نظر ما نسبت دادن به یک سازمان مخالف بی اطلاع، مگر اینها ایشون موارد جنایت روز رو از زمانی که مجاهدین از گذشته خودشون تبری جستن گفتن اسلحه رو زمین گذاشتیم و پیوستن به یک تفکر سیاسی، این جنایت ها رو بگن که من و شما هم مطلع بشیم. تشکر. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. میرم رو خط دیگری ها. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. ده. حالو بفرمایید. آی شهرتی صدا قطع. آره دیگه بیا بیا. تمام خطا روشن ولی صدا نمیاد. الو. تمام قطع شد. الو. اینم ظاهرا آقای میبودی از معجزات امام زمانه که اگر پرسش و پاسخ مطلوب تبلیغ بود همه خطا رو قطع کنیم. از تمام کسانی که روی خطوط تلفن ها عذرخواهی میکنم. ببخشید. نمیدونم چی شد یوری تمام سیستم کراش کرد. خب نه چیزی هم نمونده به پایان برنامه، چند دقیقه، دو سه دقیقه. دکتر تقی‌زاده عزیز، بس رسید به سازمان مجاهدین و شاهزاده رضا پهلوی. اول میخوام نظرتون راجع به این اتفاقی که شب گذشته در لس آنجلس افتاد. به نظرم حادثه خیلی مهمی بود، یعنی این پرده برداری از تندیس یا لوح کوروش ساخته سیسیل بلمونت که خودش یکی از طراحان برجسته معاصر دنیاست، میدونم یه تر 200 میلیون دلاری داره، مزاله که اومد شرکت کرد توی این مسابقه به اصطلاح طراحی یادواره کوروش و برنده شد. جایزه بیش از 5000 دلار نبود، در حالی که بود از تر 200 میلیون دلاری الان داره. میدونم یکی از طراحای بزرگش الان همین، چون خیلی شهرت جهانی داره، اهل سریلانکا و تابعیت انگلیس هم داره. برای دلیل شرکتش هم اینه که به ایران علاقه‌منده، در ایران بوده و عاشق ایران و خوشبختانه طرحش هم برنده شد. این به اصطلاح سازواره از فولاد ساخته شده و در مرکز لس آنجلس در منطقه سنچری سیتی نصب شده وسط خیابان، یعنی تمام عابرانی که گویا روزی 100,000 اتومبیل از اونجا رد میشه، روزی هر روز فکر کنید هر روز 100,000 نفر سرنشینان اتومبیل ها میتونن این یادواره ایرانی رو ببینند. به نظرم خودش اتفاق خیلی مهمه، هم هنری هم تاریخی بوده برای اقلیت ایران. دکتر تقی‌زاده دو دقیقه وقت داریم در خدمت شما. دو نکته آقای میبودی وجود داره. یکی این که واقعا هنوز ریشه غنی فرهنگ پارسی، تاریخ پادشاهی ایران هنوز اونقدر اثرگذاره که ما در کشورهای خارجی مثل آمریکا با وجود یک اقلیت چشمگیر ایرانی نمود میکنه و ما با افتخار
نمادهای اون رو میبینیم و با غرور در مراسم شرکت میکنیم و خوشحال میشیم از اینکه بخشی از تاریخ گذشته ما به هر طریقی روشن میشه. نکته دیگه این است که دو بیننده ما به عنوان ناراضی و راضی از فقدان پرچم ایران، دوباره یکی از نمادهای هویت ما، همونطور که کوروش بخشی از هویت ایرانی هست، پرچم امروز ما هم هویت ایرانی است که ملیگرایی ما حداقل به اون نسبت داده میشه. من زمانی که بیننده اول گرایه میکرد که و احساس نارضایتی میکرد و این جای خوشبختی بود که بابت ندیدن پرچم شیر و خورشید ایران ابراز احساس کمبود میکنه و ابراز نارضایی، ولی چشمای کنجکاو دیگری بود که این پرچم ها رو دیده بود. من همزمان داشتم فکر میکردم که در یک جایی که ما کوروش رو جشن میگیریم، نماد او رو به تماشا میگذاریم، در یک جای دیگری یک سازمانی که متهم به تروریست بودن میشه، تعداد شمار بسیاری از همین پرچم های با نشان شیر خورشید رو به نمایش میگذارن و پرچم این نیست که علامت منحوس جمهوری اسلامی رو داشته باشه، پرچم این نیست که خونساش کرده باشن و نماد اون رو از بسط برداشته باشن و فقط سرنگ پرچم ایران توش باشه. دقیقاً اون چیزیست که همه ملی پرستان، ملی گرایان، ملت دوستان به اون علاقمند هستن و این پرچم رو در کنار پرچم آمریکا و پرچم های دیگه بالاتر از همه اونها در پاریس به نمایش گذاشتن. چرا ما واقعا قدم های مثبت این گروه ها رو نمی بینیم در حالی که هستن؟ همین حالا گروه هایی که مدعی مقابله با جمهوری اسلامی هستن ولی حتی می ترسن پرچم ایران رو در روی میزیشون بگذارن، در جای جلسه شون بگذارن. و من رفتم آقای میبودی دو سال پیش به یک سخنرانی در جلسه در تورنتو رفتم که عده ایرانی ولی چپنما اونجا بودن و بر سر گذاشتن پرچم دعوا داشتن، ولی میبینیم که خب یه گروهی که حالا از دید بسیاری متهم به جنایت هست با کمال افتخار نماد ملی ایران رو میگذارن. به هر حال همین دلبستگی به ریشه های ملی جای امیدواری داره و امیدواریم که این چراغ رو بتونیم اونقدر روشن نگه داریم تا ریشه ها و ریش جمهوری اسلامی رو بتونیم به قول مولانا بسوزیم. تشکر آقای دکتر رضا تقی‌زاده، سپاسگزارم. آقای شورتی تشکر میکنم، تشکر از دوستان عزیزی که شب گذشته تصویر برداری کرده بودن. آقای میر فخرایی عزیز خیلی ممنونم ازش، همینطور از امیر درخشان.